حالا ببینیم که در زیر نور یووی به چه شکلی در میاد. اگه نور رو مستقیم به سمت اینا بگیریم، طوری که مشاهده میکنید اینا سلام نور رو خدمت در تمامی مخاطبین عزیز کانال یشیل گالا. به کانال خودتون خوش اومدید. موضوع امروز ما در رابطه با تشخیص سنگ‌های جواهری با چراغ قوه یووی هستش. پس تا پایان با ما همراه باشید. ما در کلیپ قبلی که در مورد چراغ قوه یووی و اشعه ماورا بنفش بود و حتی نحوه تشخیص سنگ‌های جواهری و سنگ‌های معدنی که با چراغ قوه یووی صورت می‌گرفت و کامل توضیح دادیم. حتی اونجا گفتیم که فلورسنت چیه، کدوم سنگ‌ها و جواهرات دارای فلورسنت هستند رو کامل توضیح دادیم که حالا من لینکشو باز اینجا میذارم، دوستانی که نتونستن تماشا کنن میتونن دوباره برن حالا تماشا کنن و اگه نواقصی در این قسمت داشتند رفع بشه. خب اینا رو گفتم که دیگه تکرار نکنیم، مثلا فلورسنت چیه یا به چه شکلی میشه اینا رو کار کرد با چراغ قوه، که اینا رو میتونید اونجا برین تماشا کنید. بحث امروز ما در مورد چند تا جواهر هستش که در حالا مراحل بعدی تماشا خواهیم کرد. ما اینجا سنگ ها رو آزمایش میکنیم که ببینیم سنگ های مصنوعی به چه شکلی میشن زیر اشعه ماورا بنفش یا سنگ های طبیعی به چه شکلی میشن. و یک نکته مهمی که وجود داره، دوستان دقت کنید، هر سنگ یا جواهری که دارای فلورسنت هست نمیتونه یک سنگ ارزشمند باشه. ما اینو مبنا قرار نمیدیم. چرا قوه یووی فقط میتونه به ما کمک کنه درصدی از سنگ رو مثلا تشخیص بدیم. یعنی مثلا اگه میخوایم یک زمرد رو تشخیص بدیم و با چراغ قوه یووی امتحان میکنیم، شاید به ما 30% 40% کمک کنه که ما بتونیم سنگمون رو شناسایی کنیم. یعنی تا این حد میتونه به ما کمک کننده باشه. برای تست سنگ های جواهری با چراغ قوه یووی حتما لازمه که ما از یک مکان نسبتا تاریک استفاده کنیم یا مثل من از یک جعبه استفاده کنیم. حالا اون مکانی که نسبتاً تاریک هستش، ما اونجا میتونیم به راحتی سنگ‌هایی که فلورسنت میشن رو کامل ببینیم. من از چند تا جواهر استفاده میکنم که در روزمرگی میتونه در دسترس همه افراد قرار بگیره، یا اونایی که تو کار سنگ هستن قرار بگیره. سنگ های یاقوت بهسازی شده رو مشاهده می کنید و حالا ببینیم که در زیر نور یووی به چه شکلی در میاد. اگه نور رو مستقیم به سمت اینا بگیریم، طوری که مشاهده می کنید اینا نور رو در خودشون نگه می دارن، یعنی نور یووی رو در خودشون جمع می کنن و کاملا مشخص هستش. و اگه ما در مقابل اینها از یاقوت های حالا از طبیعی رو بذارم طبیعی استفاده کنیم، میبینیم که این شرایط رو ندارن. مثلا اگه من یاقوت طبیعی رو بردارم و با یووی به این شکل هم بگیرم، نگاه کنیم نور رو از خودش رد میکنه و تو خودش جمع نمی‌کنه، ولی یاقوت‌های مصنوعی طوری که مشاهده می‌کنید. خب در این قسمت سنگ‌های الماس رو مشاهده می‌کنید که دو تا الماس اینجا به صورت فیک داریم و دو تا الماس طبیعی، و می‌خوایم زیر نور یووی اینا رو آزمایش کنیم.
اگر دوستان دقت کنید به طور کلی حدود 30-35% الماس‌های استخراج شده دارای فلورسانس قابل توجه هستند و درصدی کمتر از الماس‌ها فلورسانس ضعیف یا ناچیزی دارند و بقیه بدون فلورسانس هستند. پس دقت می‌کنیم که هر سنگی که حالا فلورسانس نداشته باشه نگیم که آقا این اصل نیست. من اول ویدیو هم توضیح دادم که این مبنا نیست، فقط میتونه به ما کمک کنه این دستگاه. من یووی رو روشن میکنم. ببینید سنگی که اینجا هستش دارای فلورسانس قوی هست و حالا گفتیم اینا الماس های طبیعی هستش و این یکی دارای فلورسانس ضعیفی هستش که باز اینم الماسه و این سنگایی که مشاهده میکنید اینا الماس مصنوعی هستن. ببینید که فلورسانس خیلی قوی داره، در طبیعت هم حالا میشه به راحتی اینو تشخیص داد، یعنی با این فلورسانس قوی ما تو طبیعت هم اگه همچین سنگی باشه که الماس باشه و با این شدت فلورسانس داشته باشه میتونیم به راحتی شناساییش کنیم. سنگ زمرد. من اول سنگ‌های زمرد بهسازی شده رو اینجا قرار میدم که ببینید زیر نور یووی به چه شکلی در میاد. همونطور که مشاهده میکنید نقاط قرمز و نارنجی کاملا مشهود هستش و سنگ های زمرد مصنوعی زیر چراغ یووی به این شکل در میان، یعنی رنگی دیده میشن یا مثلا فلورسنت مایل به سبز نشون میدن، توی که مشاهده میکنید. ولی اگه زمرد طبیعی رو مشاهده کنید می‌بینیم که هیچ گونه فلورسنتی نداره و سنگ‌های زمرد طبیعی خیلی به ندرت میشه که فلورسنت داشته باشه. فقط در مواقعی که اینا حالا بهسازی شده باشن و به صورتی که با روغن و رزین اون جاهای ترک خوردگیشون پوشونده بشه اون قسمت ها فلورسنت میشن که به صورت رگه‌ای کاملا مشخص میشن.